سیمین بارگزای نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان اینجا در استودیو با ما است و در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت میکنیم سلام شما خان بارگزای خیلی خوش مانه. وضعیت از چه است در هرات که این قدر بی‌بندوباری است ما نادای مسئول و امنیتی را داریم در این ولایت ولی در داخل شهر هر و مرج است سلام و درود خدمت شما و بیننده عزیز تلویزیون تولو نیوز موضوع هراد یک موضوع بسیار جدی است به خاطر تشکیلی که در هراد وجود داره این تشکیل تقریبا 9 سال پیش تشکیل پلیس اردوی ملی و امنیت ملی که صحبت میکنم این مربوط به حداقل 9 سال یا 8 سال پیش میشه به خاطر او زمان شهر هراد 6 ناحیه بود و امروز 15 ناحیه شده یک موضوع و دوم فعلا در حرات چار حوزه پلیس وجود داره شما فکر کنیم در دو سال گذشته مهاجرین بسیار زیادی از دیگه بیجا شدگان از ولایت ها به هرات سرازیر شدن و خود از این ناامنی به وجود آورده و طرف دیگه هرات یک شهر مرزیه یعنی هر کس که قتل میکنه یا دزدی میکنه اختطاف میکنه ترور میکنه خیلی به راحتی از مرز به ایران میره و بعد از مدتی آب از آسیاب که افت پس به هرات میایه بنابراین بازخواست درستی نمیشه و این مشکل مشکل کمبود افراد و کمبود تشکیلات پلیس و اردوی ملی و همچنین امنیت ملی, ملی هست ما تشکیلات. ما تقریبا دو هفته پیش نشستی که با ارگان های امنیتی در ولایت هرات داشتیم واقعا وقتی که مشکلات خوردیدم چون تا او زمانم من احساس میکردم که واقعا پلیس کمکاری میکنه اما وقتی که ما تعداد نفوذ ایرات نگاه میکنیم و بررسی میکنیم و ارگان های امنیتی و کشفی و پلیس میبینیم فوق العاده کم هست به هرات و همیشه وکیلای هرات فریاد زدن از خانه ملت و به رئیس جمهور حتی ملاقات هایی که به رئیس جمهور ما داشتیم با وزیر داخل وزیر دفاع و رئیس امنیت داشتیم ما خواستار از بودیم که واقعا نیروی امنیتی و دفاعی رو در هرات زیاد بسازه به خاطر که هرات یک شهریه که نسبتا آرام بود برای چند سال اما مدت دو سال میشه این هم علت باز هم میگم افرادی که از دیگه ولایت ها قور بادقیز فرا اینا به هرات آمدن و جا به جا شدن خود از باعث شده این افراد نه هم موضوع ناامنی بوده که اینا به هرات آمدن هم بعضی افرادی هستن که در برای ولایت خب مشکل دارن یا کسی رو به قطر رسوندن در هر صورت من سر از او بس نمی کنم چی اما پاسخ پلن... چی بود از نهادهای امنیتی و اونا واقعا ما مشاهده کردیم که تلاش میکنن در این شکی نیست که واقعا شب و روز تلاش میکنن که امنیت به هرات بیارن اما وقتی که نفوذ ایراد بیش از حد هم باشه با باید... امنیتی وزارت دفاع داخل امنیت کپ زدین اونا چی اونا به ما وعده میدن همیشه هر ماه هر سال و ما ت... نه تنها امسال بلکه چند سالی که ما صدای مردم هرات بلند کردیم که واقعا هرات باید نام نشه و ما نمیخوایم مثل دیگه بشه اما متاسفانه گوش شنوا نیست یا چی موضوع هسته که سر هرات هنوز فوکس نمیکنن به خاطر واقعا شما فکر کنیم تشکیلی که ده سال پیش بوده هنوز اون تشکیل پلیسه و امروز وقتی که اینقدر بیجا شده گان به هرات آمدن طبعا باید تشکیل پلیس و امنیت ملی و دیگه ارگان امنی زیاد بشه به حرات که باید واقعا دولت توجه مهم سر هرات بکنه مردم چه قدم کار هستن با پلیس طبیعتا که بدون همکاری نمیشه که امنیت تامین شود ببینیم واقعا مردم همکاری میکنن اما چند موضوع دیگه هم هست بی فقر بیکاری مواد مخدر و روی آوردن جوانا به اعتیاد باعث شده که واقعا ناامنی به هرات به وجود بیایه و مردم بالاخره نیاز دارن یک مرد خانواده نفقه خانواده خوب بده امروز در هرات ما مشاهده میکنیم که حتی به خاطر یک مترسکل آدم میکشن به خاطر از اینکه موتورسیکل بفروشن و امو که بسیار یک پول ناچیزیه بنابراین باید باید دولت افغانستان حکومت افغانستان به خصوص وزارت داخله و وزارت دفاع و ریاست امنیت واقعا سر هرات فوکس کنند و نیروهای امنیتی رو زیاد بسازند بسیار خوب موردی که تاثیر گذار باشه بتونه این خواست شما رو عملی بسازه چی است که جدی گرفته نشده تا اکنون خواستن گفتن انتقاد باشه که میگین انجام دادین یک موضوع دیگه هم هست که یک یک مقداری هم که پلیس هست به هرات اونها به اختیار افراد بلند رتبه دولتی یا تاجرا گذشته میشه که این هم خلاف قانونه به خاطر از اینکه واقعا خود هرات نیاز به او افراد داره خود قمندنی هم نیاز داره خود به خاطر امنیت وضعیت هرات خب دستای بیرونی دیگه هم کار میکنه به خاطر ناام ساختن هرات چون که هرات واقعا ما مرز داریم با ایران و بولیس والی های هرات همه اکثرا چسبیده اند به هرات و نا خیلی تخریب کارا و مخالفین دولت هم به او بولیس والی ها هستن و همیشه سازماندهی میکنن ناامنی داخل هراته و حتی بعضی کشورهای مخصوصا کشورهای همسایه دخیل هستند به ناامن بودن دولت به خاطر ما نشستی که با نیروهای امنیتی داشتیم حتی اونا بعضی موضوعات گفتن که خب من نمیتونم به رسانه بگم اما موضوعاتی هست که بسیار جدیه که باید حکومت افغانستان سرزی جدی بکنه فوکس کنه و واقعا هرات نقض به چالش بیفته پلان برای نام ساختن منطقه که بند سلما قرار داره دقیقا یکی داشتن. دقیقا یکی از نگرانی عمده مردم هرات ای هسته که ما نمیخوایم بند سلما تخریب بشه که متاسفانه خیلی دستار رو ازی کار میکنن حتی پیسه ها رد و بدل شده و حتی بسیار پلان های شومی دشمن داره که حکومت باید متوجه از این موضوع باشه به خاطر ما بالاخره مردم هرات و افغانستان با آرزوی دیرینه خورسیدن و بند سلما آماده بهره برداری شد و حال ما از او آب استفاده میکنیم اما متاسفانه اگر حکومت ما از می تلویزیون واقعا میگم پیام مردم هرات اگر متوجه از این موضوع نباشند ما هر چی که سالها زحمت کشیدیم بخاطر بند سلما و کشورهایی که واقعا به خاطر از این پیسه زیاد مصرف کردن اونا همه در میره اگر واقعا وضعیت به می پیش بره و صرف دیگه ولیس شندن یک جایگاهی برای تخریب شده برای حتی مخالفینی که حتی میتونیم واقعیت بگم که حتی خارجی ها هستن تنها افغان ها نیستن خارجی هم هستن که اونجا های بسیار کلونی کار میکنه به خاطر نه تنها شهر هرات بلکه اکثر بولیس ها مثل موضوع بند سلمان خوب و در نهایت چه باید صورت بگیره که هرات نام نشه و این همه رویدات های جنایی در کنار رویدات های حراس افکنان تروریستی که داره ترویج پیدا میکنه جلوی اول خود میخوایم که باید این تشکیل مال ده سال پیش بوده، این تشکیل که ای باید تشکیل زیاد شه، نتیجه تش... نداد. تشکیل ای... خودی خود که نمیشه. ما باز فریاد میزنیم و دنبال ازیر جدی گرفتیم میخوایم باید تشکیل زیاد بشه. دوم افرادی که در پلیس هستن مربوط به تشکیل پلیس میشن، به پیش دگی افراد هستن برای امنیت اونها اونا پس به اختیار پلیس داده بشه و اینا برای امنیت مردم باشن نه برای شخص. چرا که هر شخصی که اگر واقعا برای خو توانمندی از ایر داره که احساس خطر میکنه میای پلیس به خدمت خود میگیره این روابط ها باید کاملا کنار بره و از طرف دیگه جدی بودن مردم هرات هسته که واقعا اگر احساس میکنن یک کسی از دیگی ولایت میای از ولایت و حتی ما امروز شاهد کشته شدن پنج نفر در من نمیفهم چطور به برنامه تلویزیون به خبرهای شما نگفتن پنج اعضای خانواده کشته شده این هم دلیلیه به خاطر از اینه که های بدون ام... بدون اینکه اینا اسناد رسمی داشته باشن به اختیار مردم هستن ام. و جمع آوری این سلاح ها بسیار مهمه ما باید پلیس فوق العاده جدی باشه هر کسی که هست اگر سلاحی در دست داره و او سلاح واقعا اه... او ام... همون جواز به دست رسخونه داره باید او سلاح از او افراد گرفته بشه تا ما شاهد از این موضوعات نباشیم سپاس از حضور شما سمین بارکزایی نماینده مردم ایراد